اولین جامی که در ایران، این دوتا اولین جامی است که در ایران من بردم. مسابقات زیر 14 سال و زیر 16 سال رو اول شدم. بعد یکی از دوستامون تاس آورده بود، ما تاس ریختیم. بعدش این مسئله جریان این دوتا کاپا هستش که اینو موقع توزیع جوایز آوردن دم در رو اندادن، دم در تنیس امجدیه، در صورتی که تمام بچه هایی که به من باخته بودن یا دوم شدن سوم شدن اینا، اونا با تمام افتخارات داشتن و بهشون جایزه رو موقع توزیع جوایز بهشون دادن و مال من آوردن دم در، گفتن بیا اینم کاپای تو. اشکالش این بود که ما تاس ریخته بودیم، یه کسی خواسته بود خودشیرینی کنه، قدرت داشته، گفت مثلا ما بزن قدرتمون به این نشون بدیم. البته این نزدیک 75 تا من کاپامو ریختم دور. گس دوست من گس گفتش که بهش گفتم، گفت ای منسو چرا ریختی؟ گفتم ریختم دور اینا. گفت نه برو بیارش فرنسی حرفا. همه رو خودش اومد جمع کرد براش برد و گس تمام اون کاپا رو ذوبش کرد و اینو درست کرد. یه کاپ درست کرد، اینو درست کرد، اینو به من داد. این از تمام کاپاس که کار گس هستش که به من کادو داد، که ازش خیلی ممنونم. اگر این قرار نشده بود یا اگر به همون منوالی که ما داشتیم پیش می‌رفتیم، ما الان حداقل 3-4 تا بازیکن توی 30-40 تای اول دنیا داشتیم به راحتی. مثلا ما اون موقع از تیمایی مثل سوئیس و فرانسه و هلند و رومانی و اینا ما می‌بردیم، تیم اسرائیل رو به راحتی می‌بردیم، پاکستان اینا که هیچی، و ما از اونا خیلی جلوتر بودیم. منتها خب اونا به ورزششون رسیدن، ما رسیدگی نشده. من که نمیتونی دیرم بازی کنم. اولین راکتی که من گرفتم 12 سالم بودش، شیزاد اکبری به من داد. شیزاد اکبری چیز بودش، یکی از به اصطلاح الگوهای من بودش. بعد این به من یه دونه چیز داد، یه دونه راکت داد، من 12 سالم که بود. یه راکت دیگه هم من رفتم خریدم 15 ریال، 15,000. بعد زهاشو خودم کشیدم، رفتم زهارم گیر آوردم از توی فروشگاه تنیس که این زها رو میریختن دور. من اون زهای فاسد شده گرفتم و روی این راکت خودم کشیدم و تو هر سلاخی که این زه رو من از یه سلاخ میکردم یه گره میزدم میوردم این بالا، بعد یه دونه میخ میکردم توش که این زه بمونه. من اومدم توی زمین، توی امجدیه 13 تا زمین بودش، بعد هیچ زمین ها همه خالی خالی، مثلا فکر کنید 43-44 درجه بالای صفر، با یکی از بچه‌هایی که حق داشت بازی بکنه، اسمش ابراهیم اکبری بودش. من و ابراهیم رفتیم زمین که بازی بکنیم، 2 دقیقه از بازی ما بیشتر طول نکشید. بعد از 2 دقیقه دیدم محاصرم کردن کسایی که اونجا بودن، گاردا، اون کسی که من کافی بود من بگه آقا منصور بیا برو بیرون، مرتی که حق نری بازی کنی. من میگفتم چشم، راکتم من داشتم میرفتم. یکی از این گاردا منو گرفت، دیگه نمیتونم کاری بکنم دیگه، منو گرفت 6-7 دفعه منو آورد بالای سرش، اینجوری محکم منو کوبوند روی سیمان، خون از سر کردن داشت همجی میخ پایین. دیدم منو گذاشت و رفت طرف راکتم. ازش خواهش کردم، گفتم علیرضا خواهش میکنم دست به راکت من نزن، راکتمو بذار بمونه. یه نگاه بدی به من کرد، راکتارو گذاشت روی چیز، روی پله و پا گذاشت روش، زدش داغونش کرد. بعد هیچی، راکتمو شیکوند، بعد دیگه هیچی، من تمام آرزوام نقش بر آب شد. بعد از اون یه سال بعدش فدراسیون به ما اجازه داد که بریم توی زمینا و از زمینا استفاده کنیم و بازی بکنیم، و که بعد 3 سال بعدش گفتم که قبلا توی وارد تیم ملی و اینا شدم. اینم از این دریا پدر سخته من تو بپران لپلاس فدریک؟ بفرمایید، شما چیزی که می غذا، ماهی میخواین، نمیدونم گوشت میخواین؟ آب گوشت ندارن اینجا، اگه آب گوشت واقعا یه دیزی بد نبود، ولی آب گوشت ندارن. این رستورانی که من میام معمولا وقتی پاریس هستم میام، هوا که خوب هستش میام اینجا، یه غذای کوچیک میخورم با یه سیگارم گاهی اوقات میکشم، و زنم آشپز خوبیه.
زنم آشپز خوبیه، من آشپزی نمی‌کنم. Il m'a demandé si je cuisinais, j'ai dit non, je ne cuisine pas. J'ai une femme qui cuisine très très bien. Tu manges et tu aimes. Oui. Mast Khyar, Mast Moussir, Mirza Ghassemi, Baghali Polo, Sabzi Polo, Mahi Polo, tout ça. Adas Polo, je n'ai pas de goût. Et Koubide. Koubide. Djoudji Kebab. بله. شما چی؟ غذا انتخاب کردی؟ بله. من الان از تمام خانواده‌ام از ایران به کلی دورم. شما فکر می‌کنید راحته؟ برای من هر لحظه من بهشون فکر می‌کنم. منتها زندگی من همیشه این بوده. من الان 40 سال دارم سفر می‌کنم. برای تنیس بازی کردن بعد جای مختلف برم که بتونم بازی بکنم. و جای مختلف رفتن. اگر من میتونم خونه اونم همینجا اونم تکون نخورم، ولی اینجا هم بخوام تکون نخورم زندگیم نمیشه. برای اینکه نون بخورم باید سفر کنم برم جای دور دوردست. ولی خب اون دوری فامیل خانواده ساده نیست، ولی خب این چیزی که هست و باید همینجوری ادامه بدم دیگه. اینم از این. الان میخوام ببرمتون خونه یکی از دوستان خیلی نزدیکم فرانسوی که یه باربیکیو خیلی خوب درست کرده. سالو. سلام مادو. این دوست من ورونیک. دوست من میشل. دوست خیلی خوب منه. ادریان این پسر برادرشه. اونم جولیان پسرشه، اینم شارل پسرشه، جفتون همه از دوستای خیلی خوبه من. خونه ها اینجا مثل خونه خودمون میمونه. این میشل و ورونیک با بچه هاش مثل فامیل من میمونن. یعنی واقعا مثل فامیل میمونن، دوستای خیلی خیلی نزدیک. یا اینا خونه ما هن یا ما اینا خونه اینا هستیم. خیلی دوست خوبیه. نام فرانشمار میگم چه بکنم؟ میخوای برات چیزی کنم؟ میخوام مسخره میکنن، میخندن، میگن نه تو مثل طبق معمول برو بگیر بشین، هیچ کاری نمیخواد بکنی. برای اینکه اینا واقعا همشون چیز استاد باربیکیو هستن. باربیکیوش حرف نداره. توی عالم تنیس هم یه جوریه که مثلا مردم میبینن مثلا بعد میرم یه میگم پیر شده تکون نمیتونه بخوره تو اینا. ولی وقتی که میری تو زمین میبینی داره مثلا مردم مثلا گاهی اوقات به من میگن آقا تو اصلا ما احساس میکنیم که این توپ اصلا تو هر دفعه به این توپ که میرسی انگار تمام وقت خودتو دارید. ما که توپ رو نگاه میکنیم میبینیم اصلا ممکن نیست این بهش برسه، ولی تو که حرکتی که میکنی اصلا میرسی به اون توپ و بازم وقت داری که نگه داری خودتو بعد توپ بزنی چیکار. باز میگم یه شانس که من دارم اصلا طرفی که اون لحظه که اون طرف این توپ میزنه من آنتیسیپیت میکنم، یعنی این توپو میدونم کجا میزنه، من شروع میکنم به طرف دریدن اون طرف و این خیلی مهمه دیگه. بفرمایید بشین. بفرمایید آیون. شما به من میگید دلت واسه ایران تنگ شده. دلم واسه ایران همیشه تنگه. مگه آدم میشه ایرانی باشه دلش برای ایران تنگ نباشه؟ منتها یه مسائلی هستش، رفتن و برگشتن، بعد میرم اونجا همه رو زیر فشار میبینم، اعصابم همه خورده، اعصابم خوردتر میشه برمیگردم. ولی همیشه فامیلم، دوستان، وطن. من اگر تنیس باز نبودم، اگر واسه کار تنیس نبودم، اصلا هیچ وقت نمیمادم زندگی کنم. پاریس رو خیلی دوست دارم، ولی هیچ جا وطن خود آدم نمیشه. ولی خب تو وطن خودم نمیتونستم کاری که تنیس کردم در ایران بکنم، واسه همین اومدم.
بالا اینجا بهش میگن پاریس گولف اند کانتری کلاب. من هم یه کلوپ تنیس خیلی معروفیه، در ضمن هم گولف هم داره. برای هم که گولف شروع کردم میام که گولف هم اینجا بازی میکنم. جای خیلی خوبیه. ساری من تازه واردم، الان 6-7 ماه شروع کردم به گولف. این مثلا میت باورد میشه اون افتاده اینجا به تو آف. آره لجن هم هستش آبه. راستش اولش فکر کردم که اصلا گلف ورزش نیست و فران از این حرفا، ولی الان واقعا فکر کردم که الان با ماشینیم، ولی شما وقتی 18 تا سوراخ پیاده با اون ساکتو با خود میکشی اصلا شب که میخونه خسته و داغون و مرده ای. واقعا شروع کردنش زیاد ساده نبود، ولی وقت دو صفحه بازی کردم دیدم که واقعا بازی لذت بخشیه و تو در یک جای اینجوری هستی وسط یک طبیعت زیبا و به همین دلیل گفتم ادامه بدم. It's in. Stop. What a shot. این معرکه شد. بد نبود. بریم آخشم. این هم از گلف امروزمون. امیدوارم که اگه اون زریم خراب کردیم نرید بخندید. ما رو مسخره کنید. من حسین افار ندارم. زندگی خیلی زود داره میگذره. سرعت به سرعت داره میره. من وقتی که آدم فکر بونه که من مثلا الان نزدیک 31 ساله که اینجا هستم، اصلا فکر بودم که مثلا دو سال سه سال پیش بودش. عمر آدم زود میگذره دیگه. به هر صورت ما همه ره گذریم، ولی باید همه کار بکنیم که اون به نحوی پیش بره که اولا این گذری که کردیم مردم به خوبی از شما یاد بکنن. این مهمه. دریا حالا چیته؟ دریا هر اگر تلویزیون داره ازت فیلم میگیره این دخترمونه دیگه. به سرا جنجی در صلح و آرامش کردن، زندگی در آزاد بودن، زندگی با خانواده بودن، این آرامش که تو اینجا من تو خونم احساس میکنم هیچ جای دیگه احساس نمیکنم. صلح و آرامش و سبزی و زیبایی طبیعت، دوستای خوب داشتن، فامیل نزدیک بودن، نفرت کنار گذاشتن، ایناست. دوستان امیدوارم که از یک روز از زندگی من لذت برده باشین و امیدوارم که به زودی در یک جای دنیا همدیگر ببینیم. خدا نگهدار.